سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. این روزها کلمه بمب اتمی در کنار نام ایران بیشتر از قبل در بخشی از رسانه‌ها داره تکرار میشه. هشدار میدهن درباره اینکه ایران ممکنه دکترین نظامی خودش رو عوض اصلا نگاهش به مسئله هسته‌ای عوض بکنه. دیگه داره نزدیک میشه بمب اتمی رو بسازه. من لازم است خدمت شما عرض بکنم، همونطور که بهتر از من میدونید، بخشی از این ماجرا برای این هست که ایران هراسی صورت بگیره، از ایران دیگران رو بترسونه. اما بخشی از ماجرا من احساس میکنم تو بعضی از گزارش‌ها، از جمله اینی که میخوایم با هم مرور بکنیم، زمینه سازی هست برای اینکه برخی از حکام در منطقه از جمله سعودی اجازه پیدا بکنن به سمت بمب اتمی هدایت بشن، که حالا این یه دونه ساخته، ما هم ناراحتیم، ولی از ترس ایران ساخته، این از ترس ایران ساخته. اجازه بدید بریم با هم دیگه بررسی بکنیم، برمیگردیم، نکاتی دارم عرض خواهم کرد. ایران على وشك القيام بتفجير نووي تجريبي يدخلها نادي الدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل، حدث إن تم سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط ويزيل إسرائيل عن عرش الدولة النووية الوحيدة في المنطقة، كما سيفتح المجال أمام سباق تسلح مدمر بين إيران والسعودية. كل تلك استنتاجات عززتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، والتي قالت إن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي مؤكدة. خب اجازه بدید بخشش رو با هم بررسی کنیم. میگه که گزارش محرمانه میگوید ایران به تولید سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده. ایران در آستانه انجام یک آزمایش هسته‌ای است که آن را وارد باشگاه دارندگان سلاح کشتار جمعی میکند. من این سوال از شما دارم، این گزارش محرمانه درباره ژاپن، درباره ژاپن نمیگه که ژاپن در آستانه اتمی شدن است؟ نه، برای چی بگه ژاپن خیلی وقت در آستانه اتمی شدنه، بمب اتمی هم نمیخواد بسازه؟ من چی؟ منم دوست دارم مثل ژاپن در آستانه اتمی شدن بمونم. ایرادی داره؟ کار بدی انجام دادم، بمب اتمی ساختم؟ نه، تو در آستانش هم نباید باشی. تو در آستانش هم باشی، ژاپن رو ما میفهمیم، تو در آستانش هم باشی علیه تولید محتوا میکنیم، علیه حرف میزنیم، مردم رو ازت میترسن. خیلی جالبه ها، ما بمب اتمی نساختیم، اینا داره دربارمون گفته میشه. بریم ادامه شو. در حالی که ژاپن تو شرایط ما دربارش اینا نمیگن، میگه ایران در آستانه انجام یک آزمایش هسته‌ای است، اتفاقی که اگر رخ بدهد معادلات قدرت در خاورمیانه رو دگرگون خواهد کرد. یعنی از اون حرف غلطه به نظر من، معادلات قدرت در خاورمیانه رو دگرگون خواهد کرد یعنی چی؟ یعنی دست ایران رو برتر میکنه، یعنی مثلا به ایران کمک میکنه، ایران زورش زیاد باشه بتونه هر کاری خواست انجام بده. خب آقا اگه کسی برای من مزاحمتی درست بکنه، من موشک و پهپادام هست، از اینا استفاده میکنم و بمب اتمی نیست، باشم نمیتونم استفاده بکنم، چیه منطقه میخواد عوض میشه؟ تغییرات در مسائل منطقه چیه؟ نه، عرض کردم خدمت شما بخشی از آن چیزهایی که درباره ما میگویند ایران هراسیه، اما بخشش هم برمیگرده به اینکه اینا از یه چیز دیگری هم میترسن که فراتر از ایران هراسیه. میگه اتفاق دیگری که در منطقه غرب آسیا میفته این هست که تنها کشور هسته‌ای منطقه دیگر اسرائیل نخواهد بود. اولا اسرائیل کشور نیست، دوما تمام ترس غرب از بابت تغییر معادلات در منطقه غرب آسیا اینه که رژیم صهیونیستی، تنها رژیمی که بمب اتمی داره، تنها دارنده بمب اتمی نباشه، دیگرانی هم اضافه بشوند، که اینجا داره بهش اشاره میکنه. میگه اگر این اتفاق بیفته باب یک رقابت تسلیحاتی و ویرانگر باز میشود بین ایران و عربستان سعودی. آقا ما این همه بمب اتمی، این همه موشک ساختیم، باب رقابت بین ما و عربستان باز نشد؟ شاید مثلا تو این یه مورد هنوز به علمش نرسیدن که بابش باز بشه. نه، اصلا مسئله علمش نیست، بحث اینه که اصلا نترسیده از چیزی از بابت من، درسته؟ این همه ما موشک آزمایش کردیم، ساختیم، فلان کردیم، مثلا عربستان ترسی نداره از این بابت. چرا؟ به خاطر اینکه میدونه من به عنوان ایران 1001 چالش باش دارم، 1001 کلکل باش دارم، 1001 بحث باش دارم، مثلا دعوام با اینا تمدنیه، ولی با جغرافیا این کاری ندارم، با جغرافیا این کاری ندارم. بمب اتمی هم همینه، بمب اتمی هم ایران داشته باشه تهدیدی برای همسایگانش نخواهد بود. اینی هم که من گفتم به این معنی نیست که ما دنبالش هستیم یا نیستیم، ما به این معنی است که اینی که این داره میگه چرت و پرته.
میگه تمام این موارد نتیجه گیری های آژانس اتمی است که میگوید ایران توسعه برنامه هسته‌ای خود را ادامه میدهد. ادامه توسعه برنامه هسته‌ای به معنی ساخت بمب اتمی نیست، که اگر بود ژاپن الان بمب اتمی داشت. بریم ادامه‌اش رو. ان مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبه نقاء تصل الى 60% زاد بمقدار 22 كيلوغراما فاصل 6 ليصل الى 164 كيلوغراما فاصل 7. تطمئن الوكالة في تقريرها المرسل إلى مجلس الأمن بأن إيران تتعاون معها بشكل أفضل، لكنها زجت في متن تقريرها بمعلومتين أثارتا قلق الدول المناهضة للمشروع الإيراني. المعلومة الأولى هو أن إجمالي كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران تكفي من الناحية النظرية لصناعة 4 قنابل نووية، ولا تحتاج إيران في ذلك سوى كيلوغرامين 2 وزيادة بسيطة في درجة التخصيب. المعلومة الثانية هو حديث اجازه بخش شما بررسی کنیم. میگه که آژانس تاکید میکند که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به 60% رسیده و این 60% به میزان 22 کیلوگرم افزایش یافته و به 164 کیلوگرم رسیده. آژانس انرژی اتمی در گزارش خود به شورای امنیت این اطمینان را داده که ایرانی‌ها بهتر از قبل با آژانس همکاری می‌کنند. اما دو داده را در گزارش خود آورده که موجب نگرانی‌های کشورهای مختلف و مخالف با ایران شده است. داده اول، حجم اورانیوم غنی شده ایران از نظر تئوریک برای ساخت 4 بمب اتمی کافی است و برای تحقق این موضوع ایران فقط به 2 کیلوگرم دیگر و افزایش اندک درصد غنی‌سازی نیاز دارد. ظرف 1 هفته ایران میتونه به بمب اتمی برسه، به 2 بمب اتمی اگر اشتباه نکنم، و ظرف چند ماه میتونه تعداد بالاتری رو داشته باشه. این ادعایی هست که بعضی از رسانه‌ها دارن میگن، و بازم میگم اینا به معنای رسیدن ایران به بمب اتمی نیست. ما در آستانه‌شیم، مثل ژاپن، مثل دیگرانی که در آستانه‌ش هم بمب اتمی هم نمیخوان. هزینه نگهداریش هم پر درد سر بسیار بالاست. ما هم هزینه الکی نداریم خرج این چیزا بکنیم. ما اگه به اصطلاح خودمون پول اضافی داشتیم، خرج معیشت مردم میکردیم، انقدر فوش نخوریم. درسته؟ برای حفاظت همچین چیزی که من نمیتونم هزینه الکی بکنم، خیلی کار پر استرسیه. نه، ایران به دنبال همچین چیزی نیست. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. المعلومة الثانية هو حديث الوكالة عن فشلها في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة في إيران، مما يضع العالم أمام أحجية النشاط النووي الإيراني ومداه الحقيقي وحجم اليورانيوم المخصب لدى إيران ودرجة التخصيب الحقيقية. تعي إيران جيدا أهمية الضغط بملفها النووي لمواجهة العقوبات الغربية عليها، فقبل ساعات من صدور تقرير الوكالة أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في المعرفة النووية بما في ذلك الماء الثقيل. اجازه بدیم بخشش رو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که داره چیا میگه. میگه که داده دومی که برخی کشورها رو نگران کرده، شکست آژانس در توضیح چرایی وجود آثار اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده ایران است. اینا یه سری ادعا دارن مطرح میکنن، میگن بعضی از جاهایی که ایران اعلام نکرده ما اثری از اورانیوم دیدیم که ایران رو تکذیب کرده، و مقامات ایران هم بسیار تاکید کردن برای اینکه ما هیچ فعالیت محرمانه غیر هسته‌ای ندادیم. یعنی ما فعالیت غیر محرمانه بخوایم انجام بدیم، انجام دادنش کاری نداره. ایران زمانی که مسئله هوافضا رو میبر جلو، ترامپ اومد ادا بچه زرنگا رو در بیاره، یه عکس منتشر کرد گفت این آزمایش ماهواره بر ایران بوده، شکست خورده. ایران هم گفت خیلی خوب، این شکلی دوربین رو سر منه، من هر کاری میکنم تونتون داری فیلم و عکس میگیری، حالا پروژه‌مو وقتی محرمانه کردم دیگه نمیفهمی کجا دارم انجام میدم. چند تا عملیات انجام داد، اینا تو کفش مونده بودن چجوری داره انجام میده. بعد اومد اعلام کرد آقا من یه برنامه موازی هم در حوزه نظامی برای مثلا پرتاب ماهواره ساختم. ایران بخواد محرمانه بسازه کاری نداره، و اینجوری هم نخواهد بود که تو بری رد اورانیومش گیر بیاری، رد داستانهای از این دست گیر بیاری. اینا همه از جمله چیزهایی هست که به اصطلاح خودمون برای تردید افکن نسبت به ایران داره مطرح میشه. میگه اینها موجب شده جهان نسبت به اصل برنامه هسته ایران و میزان آن و حجم اورانیوم غنی شده تردید بکنه. ایران به خوبی به اهمیت اعمال فشار با استفاده از برنامه هسته ای برای مقابله با تحریم‌های غرب واقف است. چند ساعت پیش از صدور گزارش آژانس،
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که کشورش توانسته در دانش هسته‌ای خصوصا تولید آب سنگین به خودکفایی برسد. بله اینا بخشی از چیزایی است که ایران اعلام کرده. بس سوال می‌پرسه میگه آیا ایران واقعا در آستانه انجام یک آزمایش اتمی است؟ ما در پاسخ باید بگیم که خودت چی فکر می‌کنی. تقارير بدأت الجهود لاحتواء تطورات يعتبرها الغرب خطيرة. فالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي ينوي لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بعد سماح المرشد الأعلى علي خامنائي بالتفاوض مع الغرب، لكن في إطار معادلة قوامها خففوا عنا العقوبات نقدم لكم تنازلات بشأن أنشطتنا النووية. هكذا لخص وزير خارجية إيران عباس عراقجي موقف بلاده. لكن واشنطن لا تنوي إعادة التفاوض على الاتفاق النووي مع طهران في الوقت الحالي كما أعلنت الخارجية الأمريكية. فلماذا يا ترى؟ اجازه بدید ادامه شما بررسی کنیم. میگه به دنبال انتشار این گزارشات تلاش‌های غربی برای مقابله با تحولاتی که از جانب آنها خطرناک دانسته می‌شود شروع شده. اشاره می‌کنه رئیس آژانس انرژی اتمی تمایل داره با پزشکیان دیدار بکنه. این مسئله پس از اجازه رهبر ایران برای مذاکره با غرب بر اساس معادله تحریم‌ها را کم کنید تا ما هم در زمینه هسته‌ای به شما امتیاز دهیم صورت گرفته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این گونه موضع کشورشان را بیان نموده، اما واشنگتن همانطور که وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده قصد ندارد تا در مقطع کنونی برجام را احیا کند. اما چرا؟ بعد اشاره میکنه به اینکه در بحبوحه نزدیک شدن ایران به بمب اتمی روزنامه واشنگتن تایمز خبر بسیار مهمی اشاره کرده. قبل از اینکه بریم خبر بسیار مهمش رو با هم بررسی کنیم، سوالی از شما پرسم. غرب نگران ساخت بمب اتمی ایرانه. اینا از این که من بمب اتمی بسازم ترسیدن، نگرانن، دلواپسن. یعنی ممکنه من با بمب اتمی دست به جنایتی بزنم. مثلا چه جنایتی؟ مثلا ممکنه من 40,000 تا آدم بکشم. و الان رژیم توی غزه انجام داده که آقا اصلا دعوا بر سر این نیست که کی بمب اتمی داشته باشه کی نداشته باشه، کی موشک داشته باشه کی نداشته باشه. دعوا بر سر این که تو نباید داشته باشی، تمدن شرق نباید داشته باشه. اونایی که تو جغرافیای من هستن، اونایی که تو تیم منن، حالا مثلا عربستان هم در کنار منه، اینا اگر داشته باشن مشکلی نداره، با دیگرانش مشکل داریم. من ایران با این معادله مشکل دارم. ما دعوامون بر سر اینه که اینو من نمیفهمم، این تو کت من نمیره. از هر زاویه میخوای بهش نگاه کن. بریم ادامهش رو ببینیم. ان اداره الرئيس الاسبق باراك اوباما اخفت معلومات سريه حول الحجم الحقيقي للبرنامج النووي الايراني. وأظهرت الصحيفة استناداً إلى موظفين سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أن جهود النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية كانت أكثر تقدماً مما كان يعتقد. التكتم عن الحجم الحقيقي للبرنامج النووي الإيراني كان بغرض دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي تمخضت عن اتفاق 2015 قبل أن يلغيه خلف أوباما الرئيس دونالد ترامب عام 2018. أما موقف إدارة بايدن الحالية فقد عبر عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي تحدث عن قرب ميلاد القنبلة النووية الإيرانية حين أكد مؤخرا. خیلی خب بریم ادامه شو بررسی کنیم چی میگه. میگه که یه خبر خیلی مهمی مطرح شده تحت این عنوان که دولت اوباما اطلاعاتی در مورد حجم واقعی برنامه هسته‌ای ایران داشته، اینا رو پنهان میکرده. چرا اینا رو پنهان میکرده؟ بریم ببینیم چی میگه. میگه این روزنامه، یکی از روزنامه که این رو گفته، واشنگتن تایمز، میگه روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از دو کارمند سابق سیا نوشته که تلاشای نظام ایران برای ساخت بمب اتمی از آنچه تصور میشد بیشتر بوده. البته تلاش ها بیشتر بوده. یه چیزو من خدمت شما عرض بکنم، اینا افزایش غنی سازی رو مساوی با تلاش های بیشتر برای رسیدن به بمب اتمی میدونن. آیا این به معنای تلاش بیشتر برای رسیدن به بمب اتمیه؟ شما خودتون قضاوت بکنید. قبل گزارش، اول گزارش گفت ایران 4 تا بمب اتمی میتونه بسازه. خب اگه من دنبال تلاش بیشتر بودم که میساختم دیگه. نه، این بخشی که این داره میگه حرف دقیق نیست. ایران به دنبال ساختش نبوده. ایران داشته غنی‌سازی خودش رو پیش می‌برده. میگه ادعاهای اینا این بوده که ایران دنبال این بوده که به بمب اتمی نزدیک بشه بسازه. میگه سانسور کرده اون موقع دولت آمریکا با هدف حمایت از مذاکره بین واشنگتن و تهران که به برجام منتهی بشه. میگه به برجام منتهی شده، ترامپ اومده سر کار
برجام رو به هم زده. حالا بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن که از نزدیک بودن تولید بمب اتمی ایران صحبت میکند، گفته که ایران میتواند در خلال 1 الی 2 هفته مواد شکاف پذیر لازم جهت ساخت بمب را داشته باشد. رو کاغذ ایران الان اتمیه، اصلا شما شک نکنید در این مسئله. رو کاغذ وقتی با هم صحبت میکنیم ایران یک کشور اتمیه. کجای داستان بحث وجود داره اینجا که بخواد بره اینا رو سرهم بکنه؟ یه چیزای دیگه هست که به اونا برسه یا نرسه، که البته اینا وقتی صحبت میکنن میگن مثلا تو مراحل بعدش ایران باید کارهای انجام بده، ممکنه زمان بر باشه اینا. این حرفم از جهتی به بعضیا میگن، میدونید چرا؟ چون میدونید چرا این بحث رو میخوام بگم؟ در کنار کسانی که میگن ایران بمب اتمی دارد و یا ممکنه داشته باشه، بعضی میگن نمیتونه داشته باشه. من این بخشی دارم در پاسخ به اونا میگم که میگن آقا این بخواد بره تو مراحل بعدش زمان بره، چند ماه اونجا درگیر میشه، اونا قبلش شاید کاری کرده باشه، قبلش شاید کاری کرده باشه. سوال ممکنه برای دوستانم بشه که چرا الان به این اشاره کردی که قبلش ممکنه کاری بشه؟ چون میخوام به طرف مقابل این یادآوری بشه، اگر بخوایم ساخته باشیم ساختیم، اگر بخوایم به سمتش بریم هم کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. هرچند من بر این باور هستم اینا داره گفته میشه برای اینکه دیگران بهانه پیدا بکنن از این تسلیحات داشته باشن یا در منطقه غرب آسیا بدون سر و صدا بدون حاشیه به سمت شرکت بکنن، بگن از ترس ایران انجام دادیم، از ترس ایران انجام. همچین چیزی چندان بعید نمیباشد. من طولانی ترش نمی کنم. اگر شما نکته‌ای داشتین بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.